آدم های سمی دارای خصوصیاتی هستند که گفتیم، مثل بدبینی، حسادت، تله بی‌اعتمادی، تله تنبیه، منفی بینی، خودخواهی، خودشیفتگی. چی کار کنیم در برابر این آدم ها؟ اولین کاری که باید بکنید مرزتون رو باید مشخص کنید. میگه من اجازه نمیدم که تو بخوای به من بی احترامی کنی. اگر پول میخواید بهش بدید، یه مرزی رو مشخص کنید. یه تومن میتونم در مقابل تو بدم، نهایت بیشتر از این نمیتونم به تو بدم. اون حدود مشخص بشه، احترام، پول، آرامش، هر چیزیه، اونو مشخص کن، مرزهاتون رو مشخص کنید. اگر میتونید از اینجور آدم ها فاصله بگیرید، دور بشید، برای اینکه حالتون بده دیگه، اذیت میشید تو این رابطه. اگر همکارتونه، البته رابطه سمی اینجوری نیست که همش تو رابطه عاشقانه باشه با جنس مخالف، نه، ممکنه مثلا پدرتون باشه، ممکنه مادرتون باشه، ممکنه یه دوست باشه که سمیه اذیتتون، ممکنه همکارتون باشه. حالا میخوام درباره آدمهای سمی صحبت بکنم. آدمهای سمی چه آدمهایی هستن؟ الان رابطه سمی رو گفتم. آدمهای سمی آدمهایی هستن که وقتی که مرتکب اشتباه میشن، به جای اینکه نگاه کنن ببینن که خودشون آیا وظیفه‌شون رو انجام دادن یا ندادن، توپو میندازن تو زمین طرف مقابل. یعنی this is your fault، تقصیر توه، تو مقصری، تو اشتباه کردی، تو باید این کار میکردی، تو چرا این کار نکردی؟ یعنی دائما انگوششون به سمت طرف مقابله که تو اینجوری کردی، تو فلان کردی. و جالبه که به جای اینکه ببینه که خودش وظیفش چی بوده، چه مسئولیتی داشته، چی کار باید میکرده، دائما طرف مقابل رو مقصر میدونه. اصلا خودش نمیپرسه که خب من چی کار کردم، من چه وظیفه‌ای داشتم. به عنوان مثال بگم، تو همین گروه های آموزشی که ما داریم، همیشه ادمینای ما بنر رو میذارن که مثلا قبل از شروع جلسه شما باید پرداختتون رو انجام بدید. خب از روز اول این بنرها گذاشته میشه، یعنی مثلا 5 هفته است داره اون بنر گذاشته میشه، نمیبینه، توجه نمیکنه. بعد که ریموف میشه میاد طلبکاره، چرا منو ریموف کردید، چرا اینجوری کردید، شما چنینی، شما چنانید، هرچی دهنش میاد به همکاران ما میگه. اصلا سهم خودش رو نگاه نمیکنه. خب تو چی کار باید میکردی؟ آدمی که عذرخواهی نمیکنه آدم سمیه. وقتی من متوجه میشم که آقا اینجا من اشتباه کردم، من باید میومدم بنر رو نگاه میکردم، ندیدم، باید بگم آره عذرخواهی میکنم، من ندیدم، حق با شماست، شروع میکنه پرخاش کردن، بدرفتاری کردن، بد و بیرا گفتن، برخوردهای زشت کردن، توقعهای بیجا داشتن که شما باید این کار میکردی، شما باید اون کار میکردی، چرا اینجوری نکردی، چرا اونجوری نکردی. عزیز من سهم خودتو ببین. یه بار خیلی جالب بود، با یه خانمی صحبت میکردم تو جلسه مشاوره و من میدیدم که تمام رفتارهای این آدم سمیه. خیلی جالب بود، از اول مشاوره تا آخر مشاوره اینجا اخماش اینجوری بود. بعد دائما از همسرش بد میگفت که همسر من اینه، همسر من. منم میدونستم که خود این آدم یه آدم منفی بینه، میدونستم این آدم خودخواهه، تله هاشو میدونستم، تست طهواره رو زده 18 تا این آدم تله داره، همش هم نزدیک به 100. بهش میگم که شما مثلا اگر این رفتار رو انجام بدید رابطتون قشنگتر میشه. میگه آره، همسرم دقیقا همینیه که شما میگی. من دارم به خودش میگم، میگه آره همسرم اینه. تو کتاب بیشوری صفحه 200 و مثلا فلان، صفحه پاراگراف فلان، خط فلان راجب همسر من نوشته، فلان موضوع رو میگم، میگه آره راجب همسر من نوشته. یعنی کل کتاب بیشوری رو میگه راجب شوهر من نوشته، ولی سهم خودش رو در نظر نمیگیره. میگم عزیز من اون کتاب بیشوری رو نوشتن، هر کس ببینه خودش چقدر بیشوره، نه اینکه بیشوریاب بشی بگردی دنبال آدم های بیشور.
که مثلا این سمیه، اون سمیه، این مشکل داره. هر کس خودش باید ببینه که چقدر سمیه. این حرفایی که دارم میزنم نرو بگرد دنبال آدمهای سمی که آره پدرم اینجوریه، خواهرم اینجوریه، برادرم اینجوریه، همکارم چنینه، رئیسم چنانه. با اونا کاری نشته باش. ببین خودت چقدر سمی هستی، خودت چقدر منفی بینی. از صبح تا شب چند تا ایراد میگیری از فرزندت، از همسرت. دقت کن. به یه خانمی گفتم که گوره پسر من خیلی اذیت میکنه، درس نمیخونه، کاروشو وظایفشو انجام نمیده، همش نشسته پای تلویزیون اینجوری میکنه اینجوری میکنه. گفتم خب شما از صبح تا شب هر بار که ازش ایراد گرفتی، انتقاد کردی، حالشو گرفتی، یه علامت قرمز برای خودت بزن. هر بار که حال دادی بهش، بغلش کردی، بوسیدیش، تشویقش کردی، حرف مثبت بهش زدی، حرفی زدی که جوندار بود، احساس خوبی داشت، بهش حس خوبی میداد، اینا رو هم علامت با خودکار آبی یا سبز بزن برای من بیار. هفته بعد اومد، از در اتاق مشاوره تو نمیومد این مادر. خیلی جالب بود. به این میگیم روش برداشتن چشمبندها در روانشناسی رفتارگرایی، در مکتب رفتارگرایی. هفته بعد اومد، از در تو نمیومد. گفتم چیکار کردی تو؟ گفت آقای دکتر روم نمیشه بیام تو. گفتم چرا؟ گفت تازه فهمیدم چه افتضاحی به بار آوردم، چه گندی میزنم من تو این رابطه. همش فکر میکردم حق با منه، همیشه متوقع بودم. وقتی اومدم رفتارهای خودم رو علامت زدم دونه دونه، ببینم که من چی کار میکنم تو این رابطه، متوجه شدم که فاجعه‌ای عظیم به بار میارم. چیزی حدود 70-80 انتقاد، عیبجویی، حالگیری، توقع ابراز کرده بود از فرزندش، 2 دونه مثبت داشت. یعنی کفه ترازو اینجوری بود، کج بود به سمت منفی ها، زشتی ها، پلشتی ها، بدی ها، عیبجویی ها، منفی بینی ها، حالگیری ها. معلوم این رابطه به کجا میرسه. پس بشین ارزیابی کن خودتو. ببین از صبح تا شب چند بار میگی دوست دارم، چند بار ازش تعریف میکنی، تمجید میکنی، بهش حس خوب میدی، قد و بالاشو میری، بهش مهربونی میکنی، ویژگی های خوبشو میبینی، زیبایی هاشو میبینی، مثبت ها رو میبینی. چند بار این کارو میکنی؟ چند بار حمله میکنی؟ چند بار اتک میکنی؟ چند بار حالگیری میکنی؟ چند بار انتقاد میکنی؟ پس اگر به این شکل عمل بکنی، متوجه میشی که داستان چیز دیگه ایه و میتونی یک رابطه فوق‌العاده زیبایی رو بسازی. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش.